ایران به کجا می رود؟ دوستان گرامی، من تبار هستم، از شهر ونکوور توی کانادا زندگی می کنم. اومدم بپردازم به چند تا مسئله و موضوع خیلی مهم در شرایط حساسی که کشور ایران به سر می بره. یکی از اونا مهساس. ما یک شانس بزرگ تاریخی آوردیم که الان مهسا تبدیل شده به یک رازی که باعث موفقیت ما توی دنیا شده. الان تمامی دنیا ما رو تحت اسم و عنوان و اون درد و اون ستم و اون جنایتی رو که بر مهسا رفت میشناسه. یه مثال فقط براتون میزنم برای اینکه منظورم خیلی خوب خدمت شما رسونده باشم، و اونه که شنبه 1 اکتبر توی تورنتو بزرگترین گرد همایی ایرانیان بالای 60,000 تا، بعضی هم گفتن 100,000 تا، برگزار شد و برگزار کنندگان این برنامه گویا آقای اسماعیلیون بودن، کسایی که اون برنامه پرواز 752 رو دارن میبرن جلو، و اینا 4 اکتبر هم برنامه داشتن، ولی 4 اکتبر صدها نفر شرکت کردن و این خودش نشون میده اگر روز شنبه این همه جمعیت اومد به خاطر مهسا، به خاطر زن ایرانی، به خاطر این راز بزرگ اومد. و علم اگر هر کجای دنیا تظاهراتی میذارن و مردم نازنین و عزیز ایران که همه دل و چشم و اشکشون توی ایران شرکت میکنن، به خاطر مهساست، نه به خاطر خود مهسا. مهسا که یک دختری بود 22 ساله اتفاقی وارد به اصطلاح تهران شد و به اون شکل دردناک و فجیع به این کشور ما جان داد. و الان شما هر کجای دنیا که نگاه میکنید دارن صحبت از مهسا میکنن، و به باور من این مهسا یک شانس تاریخیه که این ایرانیان نازنین و عزیز به دست آوردن. و اما مسئله دوم در رابطه با رهبر بودن و رهبر نداشتن این نهضتی است که این دخترها توی ایران شروع کردن. من اعتقادم به اینه که به دو دلیل ما نیاز به رهبر نداریم. یک که دومی بشود ولی اول میخوام خدمتتون توضیح بدم اینه که تمامی کسایی که یه جوری توی ذهنا ادعای رهبری داشتن نشون دادن که نتونستن مردم ایران رو رهبری کنن، شایستگی رهبری نداشتن. خب یکی از اونا حضرت رضا پهلویه که خب خودتون میدونید دیگه. امروز پیش یک نازنینی بودم میگفت این آقا ارزه نداره، وجود نداره، و راست میگفت. مسعود، شاه مسعود توی پنجشیر رفت کنار مردمش قرار گرفت و الان هنوز داره با طالبان می جنگه. حضرت رضا پهلوی اگر تو این 43 سالی که خارج از کشور وجود داشت میخواست کاری بکنه، میتونست ارتباطی با مردم برقرار بکنه، برقرار میکرد. من توضیح خدمت شما بدم در رابطه با این شعار رضا شاه، روحت شاه، و اون توضیح اینه که اول از این الان دیگه این شعار رو نمیگن. این دهه 80 و 90 ها خیلی بیگانه اند و خیلی هم شاید حواسشون جمعه، کاری به رضا شاه ندارن. و مسئله دیگه اینه که خود رضا شاه یک دیکتاتور بود، به زور نه تنها چادر از سر زنها میخواست برداره و اونم زور بود،
و اصلا اون زورها باعث شد که این آخوندها رشد بکنن و دلیلی داشته باشن برای اینکه یه دیر رو دور خودشون جمع بکنن و بر علیه اونا همیشه باشن، چه در زمان رضا شاه و چه در زمان پسرش محمد رضا شاه. و مسئله ای رو که اینا مطرح نمی کنن اینه که اصلا خود رضا شاه تو دو تا مرحله، برید تاریخ رو بخونید، مرحله اول لباس مردارم کلا شابگاه و نمیدونم چیزای دیگه گذاشته بود که مرحله اول آخوندها رو حذف کرد و مرحله دوم به آخوندها گفت شما هم باید سرتون کلا شابگاه بذارید. این کلاهی بوده که به سر مردم ایران رفته. ولی الان آقای رضا پهلوی نمیاد بگه پدر بزرگ منم یک دیکتاتور بود. مسئله امروز ما رفتن خامنه ای و خمینی و اینا نیستن، مسئله آخوندیسمه، مسئله سیستم دیکتاتوریه. و کسای دیگه هم که الان هستن مجاهدین، که خب شما خودتون میدونید دیگه، کسایی بودن که به کشور خودشون خیانت کردن و رفتن کنار صدام قرار گرفتن. خب صدام یه آدم جنایتکار بود، آدم کش بود، 5000 تا کرد رو توی حلبچه با گاز شیمیایی مسموم کرد. ولی حداقل یک شجاعت داشت نسبت به شاه ایران ما، جلوی آمریکایی‌ها ایستاد و گفت من یک عراقی هستم، توی عراق به دنیا آمدم و بعد از اینجا به دنیا برم و این کارم کرد و آخرم پیداش کردن، اووردنش، محاکمش کردن و محاکمش هم پخش مستقیم نداشت. به زیر حقایقی بود که دچار بازی‌های سیاسی شده بود، همون بازی‌های سیاسی هم که محمد رضا شاه ما و شما دچار شده بود. و اون این بود که سازمان سیا اومد پشت کاخ نیاوران و به محمد رضا شاه گفت شما باید سوار اتومبیل بشید و از کشور برید. اینا همونایی بودن که رضا شاه رو فرستادن جزیره موریس. حالا اینو میخواستم خدمتتون عرض کنم، در شرایطی که ما داریم زندگی میکنیم، رهبر این دخترهای شورشی توی خیابون هستن که دارن حرکتشون خیلی خوب انجام میدن و ما در وضعیتی که الان هستیم نیاز به رهبر نداریم، نیاز به کسایی داریم که بتونن جلوی کسایی که کشور ایران رو غارت کردن بیستن و اونا رو بیرون کنن. و اینا الان دارن این کار خیلی خوب انجام میدن. درسته، اینو من قبول دارم، روانشناسا وقتی میان روی اینا صحبت کنن، حرف میزنن، میگن اینا سنای خیلی پایین هستن، دچار هیجان شدن. بله دچار هیجان شدن، ولی آیا این سیستم فاشیسم مذهبی نبوده که با اون خشونت‌های جنسیشون، با اون خشونت‌های اجتماعیشون، با این وایلنسی که توی ایران به وجود آوردن باعث شدن که اینا به این شکل جلوی رژیم قرار بگیره؟ شما اگر این رو بررسی می‌کنید، لطف کنید اینها رو هم بررسی کنید. و امروز جامعه ما داره تو این وضعیت به سر می‌بره که اینها اومدن جلوی این رژیم ایستادن و صدای فریاد خودشون رو، جنایتی رو که بر اونها رفته، به گوش دنیا رسوندن. و این اولین باره که در تاریخ حرکت مبارزاتی مردم ایران ما یه همچین حرکتی رو داریم وسط خیابون میبینیم. روشن فکر مثل خروس میمونن، خیال میخونن اگر نخونن سحر نمیشه، ولی اینا اومدن وسط خیابون ایستادن و دارن این شعار رو که الان من براتون پخش میکنن میدن، میگن ما همه مهسا هستیم، بجنگ تا بجنگیم. Thank you.
بله دوستان عزیز و بینندگان گرامی، شعار این دخترهای شورشی که وسط خیابون ایستادن، اینا وسط خیابون نه ایستادن، اینا وسط تاریخ ایران ایستادن و دارن تاریخ رو میسازن و دارن حرف میزنن و دارن صحبت میکنن. یه حرکت خیلی قشنگی که اینا کردن این برداشتن روسری ها و آتیش زدنش این بود که اومدن رژیم رو در یک عمل انجام شده قرار دادن. نیومدن شعار بدن مثل این روشنفکر ها، بین مثل آدم های سیاسی، نمیدونم پیش به سوی طبقه، نمیدونم بی طبقه، طبقه توحیدی یا نمیدونم عدالت و اینا. اومدن روسری رو برداشتن و حق خودشون رو گرفتن. ولی اگر بدون روسری توی خیابون ها هستن، نشون دادن که ما اینقدر قوی هستیم و اینه که پایه های رژیم رو داره میلرزونه. و کار دومی که کردن و خیلی زیبا بود و به اعتقاد من این انقلاب بود، نه انقلاب به اون معنی که بیاد یه سری تغییرات جدی و اساسی توی ساختارهای جدی یک جامعه به وجود بیاد، نه از اون نظر نه، ولی از این نظر که این ترسی رو که توی مردم وجود داشت، توی نسل جوان وجود داشت، این ترس رو انتقال دادن از مردم به ذهن و مغز و پایه های حکومت رژیم. بله این حرکت خیلی قشنگ بود و هنوز این حرکت قشنگ هست و اینا دارن هنوز با این رژیم مبارزه خیلی جدی میکنن. و اینجاست که یه چیزایی داره به صورت خیلی خیلی شجاعت میخواد، خیلی جرأت میخواد. من فکر میکنم برای الان دیگه فکر کنم کافی باشه. من اومدم فقط خدمتون این توضیح رو بدم که چرا ما نیاز به رهبر نداریم. و مسئله دوم یک اشاره کردم به اینکه چرا مهسا یک شانس بزرگ تاریخی بود برای ما و الان مهسا به صورت یک راز و رمز در اومده. و میخواستم به عنوان یک آدم از شما خواهش بکنم، به شما پیشنهاد بکنم، اگر دوست دارید توی تظاهراتی که برای حمایت از مردم ایران و این دهه 80 و 90 ها برگزار میشه شرکت بکنید، این پرچم ها رو فعلا بذارید کنار. الان پرچم ما همین سه تا کلمه است: زن، زندگی، آزادی. انرژی توی این سه تا کلمه وجود داره و این انرژی به تمامی دنیا انتقال پیدا کرده. دنیا درست ما رو با این پرچم سرنگ میشناسن، ولی مهمتر از همه با اون دردی رو که بر زن ایرانی اعمال شده توی یک سیستمی که به صورت یک فاشیسم مذهبی داره حرکت میکنه، این شکلی بهتر شناختن. میخواستم این خواهش رو بکنم از شما. اگر صدای من و پیام من رو میشنوید، مطمئنن این کار شما نمی کنید، برای اینکه تا اونجا که من اطلاع دارم این طرفداران سلطنت یا شاه اللهی ها که مثل اون رجب اللهی ها و حزب اللهی ها هستن، اینا اصلا بدون این پرچم شیر خورشید هیچ کجا نمیرن و هر کجا هم میرن پرچمشون از خودشون خیلی بزرگتره. من نه مخالف
پرچم هستم، پرچمتونم اگر بیاری جلوی من میبوسم. ولی الان موقع این حرفا نیستش، بذارید اینا از ایران برن. وقتی همه ایرانی ها دوره هم جمع شدن، اون موقع شما میتونید بیایید صحبت کنید، حرف بزنید. در این حال من این توضیح هم بدم که جامعه ما یک جامعه دیکتاتور زده است، یعنی این خون مارهای دیکتاتور توی رگهای ما ایرانی ها هستش و ما در مرحله تمرین دموکراسی هستیم. یعنی ما تحمل شنیدن حرفهای ضد خود و غیر خود رو نداریم. ما باید از این مرحله بگذریم و این مرحله وقتی میتونه اتفاق بیفته، وقتی میتونیم مرحله رو شروع بکنیم که این دخترای شورشی، این شجاعها، این نازنینان این قدمی رو که برداشتن موفق بشن و بتونن این شرایط رو برای ما به وجود بیارن که خواهند آورد که ما بتونیم این تمرین دموکراسی رو شروع بکنیم. دوستان از و بینندگان گرامی، من برنامه الان میخوام تموم بکنم. امیدوارم که این برنامه من مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اگر حرفی، صحبتی، پیامی در رابطه با برنامه های من دارید، لطف کنید زیر همین پست کامنت بذارید. اگر بیشتر از این کامنت ها حرف دارید، صحبت دارید، من خدمت شما هستم. اگر این برنامه رو توی یوتیوب تماشا میکنید، لطف کنید منو سابسکرایب بکنید تا اینکه برنامه‌های بعدی منم بیاد خدمت شما. توی یوتیوب هم میتونید در من کامنت بذارید، فوش بدید و اگر دوستید با من توی زمینه همکاری بکنید، اگه پیام بذارید من پیامتون رو میخونم و حتما جوابتون رو میدم. شما تلفن من هست 604-862-2349. من نظرم و باورم اینه که تو این مرحله حساس زن، زندگی، آزادی و مهسا یک اسم، یک دختر قربانی نیستش، یک رمز پیروزی ما تو این شرایط حساسه و این شانس بزرگی رو که ما ایرانی‌ها به دست آوردیم.